آقای عزیز، به نظر شما هنر زیرزمینی در ایران چه هست و دلایل رجوع هنرمندان به این شیوه ارائه چه میتونه باشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. هنر زیرزمینی از اسمش مشخص است، هنریه که رسمی نیست و این شکل از هنر، این ژانر از هنر مختص به ایران هم نبوده. اصولا در کشورهای دیگه، در هر کشوری که مجموعه قوانین یا عرف یا کل سیستم عرصه‌ای فراهم آورده که بخشی از صداهای مردم ناشنیده باقی مونده، اون در اون جوامع ما با هنر زیرزمینی روبرو شدیم. یعنی جریان‌هایی به وجود اومدن که سعی کردن که خارج از سیستم رایج صدای خودشون رو به گوش مردم برسونن. به عبارتی اگر مجموعه قوانین، عرف، روابط توسط تولیدات هنری به نوعی داره تبلیغ میشه در سیستم رسمی، هنر زیرزمینی میاد کاسه خودش رو از تهیه کننده های دولتی، حکومتی یا نه الزاماً حکومتی و دولتی، تهیه کننده هایی که مورد تایید سیستم اجتماعی هستن جدا میکنه و سعی میکنه که مستقل عمل بکنه. در ایران هم خب البته این مسلماً پیچیده تر هست، به خاطر اینکه نظام سیاسی هم مزید بر علت هست و سرکوب و اختناق بیشتر باعث شده که مسئله هنر زیرزمینی یک چیز پیچیده تر و حیاتی تر باشه در ایران. سپاسگزارم مانا. آقای توکلی، مانا به سیستم اجتماعی و قدرت اشاره میکنه. شما اگر بخواید تعریفی از هنر زیرزمینی ارائه بکنید چه میگید؟ ببینید، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مانای عزیز و بینندگان برنامه‌تون. از دو زاویه شایسته است به این موضوع نگاه کرد. یکی خود هنر زیرزمینی نیست که اصلا اساساً ما چه تقسیم بندی درون خودش داریم، و یکی چیه که باعث میشه هنر بره در به اصطلاح حیات زیرزمینی به اصطلاح انتخاب بکنه. در مورد این علت من فقط میخوام یه اشاره کوتاه بکنم که بعد یه بحث مفصلی در مورد مجوزها کرد که چرا حکومت اصلا مجوز دادن به هنر یعنی چی. دو تا پیام داره، یکی به مخاطبه که شما تشخیص نمیدید چی براتون خوبه و چی براتون بده، و ما تشخیص میدیم که چی خوبه و چی بده. فقط هم در حوزه هنر نیست، مثلا خانم ها میخوان برن ورزشگاه میگن محیط ورزشگاه برای شما مناسب نیست، انگار خود خانم ها نمیفهمن، اینا میفهمن، حاکمیت میفهمن. خب دوم پیامی که به هنرمند میده، یعنی میگه روزی تو در اختیار منه و منم که به صورت قطع چکانی به تو اجازه میدم کار کنی، و اگر بخوای دست از پا خطا کنی دیگه این اجازه کار رو نخواهی داشت. و طبیعتاً اون وقت نتیجه این میشه که هنرمند، برخی از هنرمندا میبینید که آماده هر نوع خدمتی به حاکمیت هستن، اهم از دعوت کردن به شرکت در انتخابات، اهم از تبلیغ سیاسی برای حکومت، شرکت در مراسم های افطار رو نمیدونم اینسه که بماند. اما خود هنر زیرزمینی در دو شاخه میشه بررسیش کرد. یکی همینه که مانا گفت، یعنی بحثیه که هنریه که مطابق با گفتمان رسمی نیست، به خصوص کشور ما و نه کشورهای سوسیالیستی دوره قبل از فروپاشی شوروی هم بوده، جایی که هویتشو بر اساس دشمنی با غرب مثلا دیده، یه سری از مظاهر هنر غربی ممنوعه، مثلا الان در کشور ما مثلا موسیقی راک، متال و الاخ. دومی بحث محتواست، یه سری محتواهایی که معترض هستن به بحث حکومت. و سومی هم همون نکته که شما در ابتدا گفتید، بحث عرف جامعه که بعضی موقع‌ها این سوار هم میشه با چیز حاکمیت، یعنی به ژانر هم ربط نداره. مثلا موسیقی سنتی برای خانم‌ها الان زیرزمینی نیست، یعنی اجازه فعالیت ندارن، ولی خب به ژانر موسیقی بر نمیگرده. پس از این سه زاویه این موضوع قابل بررسیه که بهراد، من میخوام به این مسئله اشاره بکنم. شما میگی که هنرهایی که یا هنرمندانی که در راستای سیستم قدرت یا حاکمیت در ایران نیستند اساساً تولیداتشون زیرزمینی میشه. خب ما الان آثاری از خوانندگان زن هم در ایران داریم که منتشر میشه، یا آثار مستقلی چه فیلم چه ژانرهای دیگر هنر تولید میشن و اساساً ارائه هم میشن ولی در راستای سیستم هم نیست. این رو چطور میشه برآورد کرد یا در چه دسته بندی میشه قرار داد؟ در مورد موسیقی خانوم ها که حالا باز میگم بحثش خیلی مفصله، در بعضی جاها حکومت یه سری عقب نشینی، یعنی چه صفر و صد نیست، یه طیفه، یه عقب نشینی هایی میکنه،
به صورت مثلا خالا چند صدایی حتما باشه، تک خانه زن من ندیدم که بخواد کار به صورت رسمی منتشر شه. یا چند تا از خواننده های زن با آقای درخشانی کار کرد، ممنوع بود، منتها اجازه انتشار نداشت از طرف وزارت ارشاد و آقای درخشانی رفت بابتش دادگاه و همه اون خانم ها رفتن دادگاه و حکم گرفتن. خب آقای درخشانی مدت ها ممنوع الخروج بود. اینا در شبکه‌های اجتماعی خیلی منتشر شد، همون صحبتی که شما کردین، یعنی از طرف وزارت ارشاد اینا اجازه نگرفتن، مجوز نداشتن. نداشتن. و من از این سزاویه که یعنی از نظر محتوایی، محتوای به اصطلاح معترض، از نظر نوع ژانر موسیقی که ژانریایی که مثلا به هنر غربی و اینا خیلی نزدیکه، و از نظر بعضی مواقع ممکنه نه ژانرش باشه نه مثلا موسیقی خانوما یا مثلا حتی استاد شجریان الان آسایش دیگه مجبوره به اون شکل منتشر شه، از این سزاویه میشه اینا رو بررسی کرد. خب برمیگردیم به شما بهراد. مان عزیز، شما به عنوان یک هنرمندی که کار در ایران رو تجربه کردید، شاخصه های کاری شما هم مشخصه، مثل بسیاری از هنرمندان دیگه نسبت به جامعه خودتون صاحب دغدغه هستید و به مسائل اجتماعی سیاسی روز ایران واکنش هنری نشون میدین. آیا در ایران فضا و شانس این گونه واکنش های هنری به کنش های جامعه رو داشتید یا نه؟ آیا هیچگاه شده مثلا کارتون یا کاریکاتور یا هر اثر دیگری رو ناچارن زیرزمینی ارائه بکنید؟ من کارتونیست بودم، همونطور که فرمودید یه مقدار شرایطش فرق میکرد و فرق میکنه. به هر حال هر هنری نیاز به یه بستر عرضه داره و این بسترهای عرضه با همدیگه متفاوت است. مسلماً کارتون رو نمیشه مثلا با سینما مقایسه کرد که نیاز داره به فضای پخش سالونی یا یه چنین چیزی، یا نمیدونم مجسمه قضیهش فرق میکنه. من رایی که من انتخاب کردم، من هیچ وقت واقعیتش یه هنرمند زیرزمینی نبودم، ولی در نشریاتی کار میکردم. سیستم اینجوری بود در دهه 60 وقتی که شروع کردم و 70 که این نشریات هیچ کدومشون مورد تایید نبودن. نشریاتی مثل آدینه که منتسب به کانون نویسندگان بود، یا ایران فردا و از این قبیل، و همه تحت فشار هم بودن. اما در عین حال مجوز وزارت ارشاد هم داشتن و رسمی داشتن کار میکردن. در اینجا کاری که من میکردم، سعی میکردم از فضایی که وجود داره استفاده کنم تا جایی که میتونم حرفم رو بزنم، ولی طبیعتاً یه سری تابوها باید رعایت میشه، یه سری، ولی سعیم این بود که با خطوط قرمز بازی کنم تا جایی که ممکن هست و تا جایی که اجازه داده میشه. سپاسگزارم مانو. بهراد، این سوال رو با شما مطرح بکنم، آیا در ایران میشه هنرمندان رو واقعا به این دو دسته دولتی و محافظه‌کار و معترض و مستقل دسته‌بندی کرد از باب زیرزمینی بودن یا اون به قول مانا بستر ارائه آثار؟ در حوزه موسیقی اگه بخوایم بررسی کنیم، در هر حوزه به قول مانا فرق میکنه، در حوزه سینما فرق میکنه. مثلا آقای پناهی الان کاراش زیرزمینی است به واسطه معترض بودنش. همونطور که گفتم بخشی از آثار زیرزمینی میشه به خاطر معترض بودن هنرمند، حتی معترض بودن هنرمند در بیرون از اثر هنریش، لزوما در اثر هنریش. مثلا استاد شجریان در اثر هنریش غیر از حالا مثلا بحث تفنگت رو زمین بگذار بود، غیر از اون بیشتر مصاحبه‌هاش و مواضعش باعث شد که ولی این که بگیم که هنرمندا دو بخشن، یک سری معترضن یک سری حکومتیان، نه من این تفکیک رو نمیتونم خیلی قائل بشم. یه طیفه، یعنی این دیدگاه هست وقتی که بحث تعریف هنر زیرزمینی در ایران میشه، خیلی ها از این نظرگاه دستبندی میکنن هنرمندان دولتی و محافظه‌کار یا معترض و مستقل. نه ببینید، من یه چیز اینجا بگم، هنر وقتی میره زیر زمین، در این حال که مخاطبش رو، بخشی هم مخاطبش از دست میده، طبیعتاً به در خفا میره، ولی یه چیز دیگر هم از دست میده و یه چیز دیگه در واقع از یه چیز دیگه در امان میمونه و اون تیغ منتقده. وقتی تیغ منتقد نباشه، تیغ انتقاد بالای سر هنر نباشه، یه جوری هنر از آزاد میشه از اینکه حالا هر مدلی دلش خواست خودش رو ارائه بده و هیچ کس هم نیاد اینو ارزیابی هنری کنه. این یه نکته. نکته دوم که خیلی مهمه اینه که مردم در ایران در این سالهای اخیر هر چی که مخالف نظر حاکمیت بوده بهش اقبال نشون دادن. در نتیجه وقتی هنرمندی میاد اثر زیرزمینی تولید میکنه، کار حرف معترض میزنه و الی آخر، این یه اقبال عمومی رو به واسطه حالت قهرمان بازی که هنرمند انجام میده به خودش میگیره، اما اثر هنری اون وسط معلوم نیست چه اتفاقی میفته براش.
یعنی اون اثر هنری اگه حالا بیاد روی زمین دیگه باید با مبانی زیبایی شناسی استتیکی بررسی بشه، نقد بشه و و الی آخر. و اینه که در واقع یه جورایی در این تعامل بین جامعه و هنرمند و اثر هنری زیرزمینی به یک فرگشتی رسیده این داستان که خیلی همه ملاکاش ملاکای هنری هم نیست و باید از دید اجتماعی سیاسی و اینا بررسیش کرد. پیراد قبل از اینکه به مانو میرم حیفم یاد این سوال نپرسم، به یه موضوع اشاره کردی، چرا هنرمند معترض یا مستقل باید از منتقد بترسه ولی هنرمندی که در فضای دیگری که کار میکنه این ترس رو نداره؟ من نگفتم به ترس از منتقد. ببین من وقتی عنوان یک اثر ترس به این معنا که خب حالا میدونم. ببین با انتقاد مواجه من منتقد نمیاد، منتقد هنری نمیاد اثر زیرزمینی رو نقد کنه. من در شورای نویسندگان مجله فرهنگ آهنگ بودم سال دهه 80 و خب اون موقع آقای نامجو کاراش یه دونه اثر منتشر شده بود ازش و یه سری خیلی آثار در زیر زمین و اونجا ما داشتیم نویسندگان خب خیلی بحث شد که اینا رو بالاخره بررسی بکنیم یا نکنیم، نقدش بکنیم یا نکنیم، چون خیلیش غیر رسمی بود. واسه ما نمیتونستیم اثر فضای نقد باعث رسمی شدن میشد. نه نه نه، ما اجازه نداشتیم اون اثر رو ببینیم. میدونی چی میگم؟ این اجازه رو کی میده؟ وزارت ارشاد، چون مجله بعد از وزارت ارشاد مجوز میگرفت. خب حالا من یه مثال زدم که البته باز پرداختیم به اون کارها، ولی موضوع اینه که وقتی اثر زیر زمینه منتقدم به در موردش خیلی جدی نه جدی نگاه میکنه نه بررسی جدیش میکنه. در نتیجه هنری که من انتقادم اینه منتقد کنارش نباشه و این رو نقد نکنه پالایش نمیرسه. در نتیجه حرف من اینه هنر زیرزمینی رو اگه نظر ابجکتیو بخوایم نگاه کنیم در بعضی موارد، یا بهتر بگم در اغلب موارد، از نظر ارزش هنری نیست که مردم رو جذب میکنه، بلکه از نظر اون مد مخالفت و اعتراضه که مردم به اون جذب میشن، نه به واسطه اثر ارزشمندی اثر هنری به عنوان اثر هنری. مقصود من از این گفته این بود. بسیار عالی. من قبل از این که من سوال خودم رو در مورد شبکه‌های اجتماعی و فضای ارتباطات بپرسم، این سوال با شما مطرح بکنم که آیا کمیت یا کیفیت در آثاری که به صورت زیرزمینی منتشر میشه مهم نیست، یا شما به عنوان هنرمند در نگاه اول به کیفیت آثار که زیرزمینی منتشر میشه توجه میکنید؟ من فکر کنم بهراد خیلی خوب راجع به این قضیه صحبت کرد، من کاملا باهاش موافق هستم. یعنی به هر حال یه خاصیت یا یه ویژگی خصوصا در میگم در جامعه ما که خیلی تک صدایی شده، حاکمیت خیلی تک صدایی هست، ملاک برای همه این هستش که حالا چی قراره، چی داره میگه اثر. فرضاً یه سری تابو وجود داره، نمیدونم، بر فرض تنانگی یا تن یا بدن زن، این یه جور سانسور و تابو هست. خب هر جور اشاره مستقیم وقتی در داخل کشور صورت میگیره در قالب یه هنر زیرزمینی مورد توجه قرار میگیره و این میره یه جور سطح اول چی بهش میگن ارزیابی همگان. بعد وقتی واقعا نگاه میکنین خیلی از این کارها رو اونقدر نه تازگی دارن، نه حرف جدیدی دارن، نه در هنر دنیا جایگاهی دارن یا چیز جدید اضافه کردن برای اون چیزی که قبلا انجام شده، نه خیلی ارزش دارن. من خودم نمیدونم، به هر حال این سوال این هستش که آیا صرف شکستن تابو یا خارج شدن از اصول و قراردادهای تحمیلی کافی است برای ارزشمندی یا خیر؟ خب همون مانا، این معیارها رو خب چه کسی تعیین میکنه؟ خارج شدن از عرف یا معیارهای دیگه که بشه هنر زیرزمینی رو بررسی کرد یا ارزش گذاری کرد؟ مشخصا یه سری قراردادهایی هستش که همه میدونیم، یا قراردادهای عرفی هست که نانوشته همه میدونن، مثل برخورد تلقی عمومی که نسبت به مسئله زن وجود داره، نسبت به مذهب وجود داره، نسبت به خیلی از مسائلی که حالت تابو در جنسیت و سکشوالیته وجود داره، یوسف از مسائلی هم که کاملا واضح و نوشته شده است در قالب امور قوانین حکومتی و دولتی هستش که انگوش میذاره یک چیزی رو ممنوع میکنه، شما حق ندارین راجع به فلان مسئله حرفی بزنین، صحبتی بکنه، یا تمام مواردی که بهراد هم خیلی خوب اشاره کرد یا خود شما در مقدمه اشاره کردی. خب اینا تبدیل میشه به یه سری تابو که شکستن اونها فقط ملامت عرفی و گروهی و جمعی به دنبال نداره، بعضا میتونه تبعات قضایی به همراه داشته باشه.
خب کسی که اینها رو میشکنه خود به خود واجد یک جور شجاعت تلقی میشه و ستایش میشه. اینجاست که مرز بین قضاوت هنری و قضاوت در واقع شخصیت اجتماعی و فرهنگی اون کاراکتر هنرمند با هم دیگه مقدار در هم تنیده میشه یا دقیقاً مخدوش میشه و این مشکلی هستش که هنری زیرزمینی میتونه داشته باشه. من خودم شخصا ترجیح میدم اثری که میبینم واقعا از نظر کیفیت هنری هم چیزی برای گفتن داشته باشه. لااقل من نمیتونم صرف اینکه یه تابوی رو شکسته ستایشش بکنم، نهایتا شجاعت هنرمند رو ستایش میکنم. شما چی بهراد؟ خیلی کوتاه. دقیقاً همینه. ما یک اثر به عنوان اثر هنری داریم که این باید نظر زیبایی شناسی بحث بشه، من بهش نگاه بشه. یک در واقع هنرمند رو به عنوان سوژه داریم که حالا سوژگی فعال که این میتونه به قول مانا شجاعتش مورد تحسین قرار بگیره، ولی این تحسین دلیل نمیشه این تحسین مربوط به اثر هنریش باشه. و این دوتا قاطی شده اینجا. خب تضاد پیش نمیاد، یه اثری خلق میشه، تابوهای جامعه شکسته شده، حالا یه مقابله‌ای هم با سیستم شده، اون اثر بالاخره شجاعت هنرمنده باید براش شجاعت هنرمنده مردم بهش اقبال میکنن، ولی اون اقبال به معنی المانهای زیباشناسی و المانهای ارزشمندی هنری لزوما نیست، خصوصا تو موسیقی ما اینا داریم. راحت بگم مثلا فرض کنید اثری خیلی فالشه، خیلی از نظر مثلا فنی ضعیفه، تلفیق شعر و موسیقی ضعیفه، ریتم ده ها بار میفته بالام، ولی چون یه شعری داره که مثلا داره به فلان تابو نزدیک میشه یا مثلا به امام فوش میده، به قول من مردم میگن به بچه هات عالی، چقدر خوب، چقدر زیبا، ولی این نافیه ای نیست کنه اثر از نظر محتوای از نظر کیفیت هنری ارزش داره یا نه یا نداره. میدونین این دوتا با هم دست از دست مانا. خیلی کوتاه، گسترش فضای ارتباطات در دنیا به کمک شبکه‌های اجتماعی به نظر شما این میشه گفت که به پایان زیرزمینی بودن هنر در ایران نزدیک شدیم با این فضا، یا نه زیرزمینی بودن هنر معناش در نهان اعتراضی و غیر قانونی از نگاه حکومت و جامعه است و شبکه‌های اجتماعی فقط راه دیگه‌ای برای ارائه است برای مخاطبان بیشتر؟ با گزینه دوم بیشتر موافق هستم، یعنی به نظر من شبکه‌های اجتماعی زیرزمینی بودن رو معنای دیگه‌ای دادن یا باز تعریف کردن. این رو گفتن، یاد خودم از من پرسیدن یا کار زیرزمینی کردم، تنها موردی که من یادم میاد چند بار بود که دوستانم رو وقتی در ایران بودم به زندان انداختم، کارهایی در حمایت از اونها کشیدم که در هیچ نشریه نمیشد چاپ کرد و تازه اینترنت پا گرفته بود، من کارم رو تو سایت اینترنتی که مجوز نداشت منتشر کردم. یعنی میتونه این شبکه ها یه پلتفرم، یک عرصه‌ای باشه تا خیلی از کارها که نمیشد باید توی زیرزمین ها واقعا یا توی گالری های مخفی یا خیلی جاها پخش میشد، اینا بیاد رو، یا نمیدونم دست به دست میگشت دیویدیش تا شنیده بشه اگر موسیقی بود، اینها از طریق اینترنت پخش بشه و دیده یا شنیده بشه. سپاسگزارم. بهراد یک دقیقه وقت داریم. شبکه های اجتماعی چه تأثیری در فضای زیرزمینی؟ قطعا تروتوری دولت رو میشکنه، قطعا میشکنه، یعنی دیگه دولت خیلی نمیتونه، البته موضوع اقتصادی برای هنرمند ممکن ایجاد نکنه در فعلا در وضعیت کنونی، یعنی بازده اقتصادی درآمدزایی نکنه، ولی تریتوری حکومت رو میشکنه، یعنی حکومت دیگه نمیتونه اون مجوزش رو بتونه با قدرت اعمال کنه که گفتم داستان مجوز یه بحثیه که میشه در یک برنامه. یعنی معتقدین مثل مانا که راه جدیدی؟ دقیقاً راه جدیدیه که این راه جدید در تعامل و برخورد با هنر و هنرمند و مخاطب مسیرهای جدیدی رو هم انکشاف خواهد. سپاسگزارم بهراد، سپاسگزارم که با ما بودی، ممنون مانا، از شما بینندگان هم سپاسگزارم که همراه افق نو بودید. تا افق نو دیگر بمانید در خوبی و خوشی.